صحبت کردن در مورد آبان برای من به هیچ عنوان آسون نیست، چون آبان برای من یعنی صدای مادرها، پدرها، برادرها و خواهرهایی که عزیزانشون رو از دست داده بودن به فجیع‌ترین شکل ممکن و با بغضی که سراسر رنج و درد و سوالهای بیپاسخی که توش بود برای من صحبت میکردن. تا مدتها این صداها، این بغض ها در گوش من تکرار می شد، با من همراه بود و نشون از رنجی می داد که صرفاً به کشتن عزیزان اونها خلاصه نمی شد، بلکه در یک سالی که گذشت از هر نوعی که فکرشو بکنید برای این خانواده ها رنج و ستم رفت. حتی به اونها اجازه ندادن اونطوری که خودشون دلشون می خواد برای عزیزانشون مراسم سوگواری بگیرن، سوگواری کنن، یا اونطوری که شایسته ی عزیزانشون هست براشون مراسم ختم بگیرن. و اینکه خیلی از اونها رو سعی کردن تحت فشار بذارن، به عنوان شهیدهای حکومتی ثبت نام بکنن، برای خیلی ها اجازه ندادن که سنگ قبر حتی داشته باشن و مجموعه ای در واقع از فشارهای مختلف و درد و رنجهای مختلف. آبان برای من یعنی مادری که به قدری شوک زده بود به خاطر اینکه بهش گفته بودن اگر در مورد تنها پسرت که کشته بودن اطلاع رسانی بکنی ما میایم نبش قبر میکنیم و جنازه پسرت رو به یه جایی میبریم که دیگه هیچ وقت دستت بهش نرسید. و این مادر چنان بهت زده بود که چند روز نتونسته بود گریه بکنه و بغضش رو بشکنه، به خاطر اینکه برای من تعریف میکرد که تنها دلخوشی من الان همون مزار تنها پسرمه که زیر خاک خفته و هر روز میرم بهش سر میزنم، باهاش درد دل میکنم و گریه میکنم و اگر این رو هم از من بگیرن من دیگه هیچی تو این دنیا ندارم که بهش دلخوش باشم. آبان واقعا فاجعه ای بود که برای منی که با بسیاری از این خانواده ها صحبت کردم، یعنی اینکه اگر روزی بتونم به ایران برگردم، یعنی هر شهر و هر خیابون و هر کوچه‌ای که ازش رد بشم به این فکر میکنم که ممکنه یک نفر اینجا کشته شده باشه، ممکنه یک کودک اینجا کشته شده باشه، تا یک پیرمرد و یک جوون. به خاطر چی؟ به خاطر صرفا یک اعتراض مسالمت آمیز. به گواه صدها ویدیویی که از اعتراضات آبان منتشر شد و نشون میداد که مردم فقط میخواستن صدای اعتراض خودشون رو به حاکمیت برسونن، ولی جواب اونها فقط گلوله بود. ما نباید خانواده های داغ دیده آبان رو تنها بذاریم، باید در کنار این عزیزان باشیم، باید اونها رو حمایت کنیم در امر دادخواهی و امیدوارم که هرچه سریعتر دادخواهی برای این عزیزان محقق بشه، چون یکی از بی‌پاسخ‌ترین پرسش هایی که من در تمام این مدت از این خانواده ها شنیدم چیزی نبود جز این که میگفتن چرا فرزند ما کشته شد؟ مگر چه کار کرده بود؟ مگر چه گناهی مرتکب شده بود؟ و متاسفانه تا همین الان که یک سال از این فاجعه بزرگ گذشته میبینیم که هنوز هیچ کس محاکمه نشده، هیچ کس دادگاهی نشده و مشخص نیست که چه کسی قراره به عهده بگیره این جنایت بزرگ رو. رنجی که به این خانواده ها رفت غیر قابل توصیفه و میخوام از همینجا به همه این عزیزان بگم که ما همراه و همدل با همه شما هستیم و عزیزان شما ممکن بود عزیزان هر کدوم از ما باشن. برای همین ما رو در کنار خودتون بدونید و مطمئن باشید که روزی عدالت در حق همه این عزیزان اجرا خواهد شد. یک سال از آبان 98 می‌گذرد، خیزش توده‌ای آبان 98 که در آن قتل عام و کشتار وسیعی شکل گرفت. در اون کشتار و قتل عام و گسترده علاوه بر جوانان، بزرگسالان، زنان، مردان و اقشار متفاوت جامعه، ده‌ها کودک در میان کشته شدگان وجود دارند. در سه روز خیزش توده‌ای بیش از 1500 نفر کشته شدند و بیش از 7000 نفر بازداشت شدند. بازداشت شدگانی که تعداد زیادی از آنها از مجروحین خیابانی بودند که علارغم نیاز مبرم به مداوای پزشکی و مراقبت‌های درمانی توسط نیروهای اطلاعاتی روبوده شدند و به بازداشتگاه‌ها منتقل شدند. در طی این یک سال گذشته
بارها افراد زیادی از معترضین در خیزش آبان 98 که بازداشت شده بودند زیر شکنجه به قتل رسیدن و به رودخانه ها انداخته شدن، به در کوچه و پس کوچه های خیابان ها رها شدن، در بیابان ها رها شدن و حتی در مقابل منازل جانباختگان زیر شکنجه رها شدن. مردمی که سال گذشته به خیابان آمدن آسی از فقر، گرسنگی و نداری بودند. مردمی که علیه سرکوب، علیه بازداشت و علیه شکنجه و اعدام بودن و به خیابان آمدن که صدای اعتراضشون را بلند کنند. این مردم علی‌رغم آن تجربه تلخ اما همچنان بر پیگیری خواسته هاشون مصمم و مصر هستند. نمونه های آن را طی این یک سال گذشته دیدیم. اعتراض وسیع و گسترده علیه صدور حکم اعدام برای 3 تن از معترضین و شرکت کنندگان در خیزش آبان 98 بود که دستگاه قضایی مجبور به عقب نشینی شد. نمونه دیگر آن اعتراض سراسری به صدور حکم اعدام نوید افکاری بود و ولی متاسفانه با وجود اعتراضات سراسری و گسترده نوید افکاری اعدام شد. اما حتی خود اعدام نوید افکاری هم تبدیل به یک سوژه شد و تبدیل به یک محرکی شد که جامعه را بیشتر به حرکت در بیاره، تا جایی که همه می دانند هنوز هم اکثریت مردم به تنگ آمده دادخواه کشته شدن و اعدام نوید افکاری هستند. این مردم در کنار خانواده های جان باختگان و بازداشت شدگان خواهند بود و مطمئنن امسال در سالگرد این کشتار وسیع مردم به هر شکل ممکن و که برایشان میسر باشد یاد این جان باختگان خیزش 98 را گرامی خواهند داشت. گرامی باد یاد جان باختگان خیزش توده‌ای 98. با سلام و درود، خیلی خوشحالم که در خدمت شما بینندگان عزیز هستم. من یکی از بستگان زندانی سیاسی حامد قراغلانی هستم و خوشحالم که میتونم باهاتون اطلاعاتی رو در میان بذارم. با توجه به اینکه داریم به سالگرد حوادث خونین آبان نزدیک میشیم، خواستم بار دیگه این حادثه دردناک رو به همه هموطنان عزیزم و به همه اونایی که مسائل حقوق بشر براشون مهمه تسلیت بگم و بار دیگه این تاکید رو بکنم که همه انسان ها از حقوق برابر برخوردارن و اتفاقی که در اون سالها برای هموطنان عزیزمون افتاد و سه روز قطعی کامل اینترنت و سرکوب وحشتناک نیروهای انتظامی خیلی خیلی دل هر دردمند رو به درد میاره و از سازمانهای ملل متحد انتظار بیشتر از این میرفت که بیشتر حمایت بکنم، ولی متاسفانه حالا نمیدونم دلیلش چیه، واقعا اون حمایت و اون برخورد قاطعانه‌ای که لازم بود رو ازشون دریافت نکردیم. با توجه به صحبتهایی که حامد هم قبلا در مورد شرایط زندان هم کرده بود، خیلی اوضاع زندان‌ها اسفباره و حتی لایق نگهداری هیچ موجود زنده ای نیست، چه برسه به یک انسان که فقط مطالبه‌گر حق اولیه و طبیعی خودش بود و این اعتراض ها هم میتونست مثل اعتراض های بقیه اقصا نقاط جهان مسالمت آمیز تموم بشه خیلی و میتونست به یک نتیجه مثبتی
ختم بشه، ولی خب متاسفانه دموکراسی و حقوق بشری که تو ایران تعریف شده با بقیه جاها فرق داره و ایران هر روز جورج فلوید ها و هزاران جورج فلوید دیگه و خیلی بدتر از اون رو تجربه می کنن بدون اینکه حمایت اثر بخشی رو از جهانیان دریافت بکنه. و من شخصا به عنوان یکی از بستگان زندانیان سیاسی از خفقان شدید از اون فشار نیروهای امنیتی که به خانواده زندانیان سیاسی ما ورای اون زندانی سیاسی وارد میکنن مطلعم و میدونم که حتی خود حامد قراقرانی هم به خاطر بیان حق اولیه خودش در زندانه و هیچ کدوم از زندانیان سیاسی نه مجرمن و نه خاطی و بلاشک از حقوق اولیه خودشون محروم هستند و نیازمند حمایت تک تک اعضای جامعه و اعضای بین المللی هستند. ممنون میشم اگه صدای همه زندانیان سیاسی باشیم. تا
بگسل از زنجیر تو از پای تو باید شود فریاد تو بشکن بسوزان دود کن بشکن بسوزان دود کن Virtual event on the anniversary of mass protests in Iran in November 2019.